بالاخره فصل 14 لیگ برتر فوتبال ساحلی هم از راه رسید. ارشحداد تنها نماینده استانم حالا برای این رقابت ها کاملا آماده است. الان 4-5 ماه داریم تمرین میکنه و تیم از لحاظ شرایط تاکتیکی، تکنیکی، بدنی هم تو شرایط خیلی خوبیه. شرایط تیم ما خوبه، تمرینات هر روز داریم تمرین میکنیم. تیم جوان و کاملا بومی اصفهان که فصل قبل و در نخستین حضورش در لیگ برتر شگفتی ساز شد و در حضور قدرت‌های فوتبال ساحلی کشور عنوان سومی رو کسب کرد. راهی رو که باید 3-4 ساله می‌رفتیم توی یه سال تونست طی کنیم. امسال هم شرایط تیم خداشو خوبه، جهمون تیم تقریبا حفظ شده، چند تا جوان خیلی خوبمون اضافه شدن. امید داریم که حتی سکو اول دومی باشه. مقامو بهتر کنیم. اما این تیم افتخارآفرین که پس از یک دهه برای استان اصفهان در فوتبال ساحلی عنوان کسب کرده، متاسفانه و همچنان مثل سال گذشته با نداشتن زمین تمرین و مسابقه روبروئه. بازی قرار زیر نور برگزار کنن، ولی خب متاسفانه ما ورزشگاهمون نور ندارن و مجبوریم روز تمرین کنیم و متاسفانه باید بریم یزد بازی کنیم. همه بازی‌ها رو ما مهمانیم، یعنی هیچ سودی از میزبانی نمیبریم، چه هوا هوا چه زمین. مسافتی که ما میایم خستگی راه داره، خستگی برگشتن داره، خستگی خود تمرینات هست. چون پارسال مقام سوم رو کسب کرده بودیم، توقع داشتیم یکم به ما بیشتر توجه کنه. نماینده فوتبال ساحلی اصفهان باید در مرحله گروهی لیگ 8 دیدار انجام بده. لیگ برتر فوتبال ساحلی در حالی از فردا آغاز میشه که این رقابت‌ها با حضور 10 تیم و در دو گروه 5 تیمی برگزار خواهد شد و در نهایت دو تیم برتر هر گروه به مرحله نهایی صعود خواهند کرد. علیرضا بهزادیان، خبرگزاری صدا و سیما، فولادشهر.